توفیقی و سعادتی فراهم شد که در خدمت آقای دکتر زاگرس زند باشیم. ایشون به تازگی کتابی رو منتشر کردن تحت عنوان شاهنامه و پایان ساسانیان. این تفاوت مهم در شاهنامه رو جز با این نمیتوان تفسیر کرد و تحلیل کرد که یک تاریخ نویسی در شرق ایران به دور از نظارت و سیادت یا وظیفه اداری و دبیری که در مرکز خلافت انجام میشه و با توجه به عرق میهنی داره یک دوره ای رو به نظم میکشه. گرچه که من گمان میکنم اگر یک نام به درستی باید بر همه شاهنامه گذاشت، تاریخ است نه چیز دیگری. اون چه که تا کنون انجام نشده بود یا اگر بوده بسیار بسیار اندک در حجم و دقت کم بوده، سنجش اعتبار تاریخی شاهنامه در بخش ساسانیان بوده. نگاه هر ملتی، نگاه هر مورخی در هر دوری به هر مسئله، حتی قدسی ترین مسائل، حتی اساطیر کهن هم تاریخی است. گمان میکنم زمانی که فردوسی و گردآورندگان شاهنامه ابومنصوری در حال نوشتن این متن بودن، از زمان کیومرث به این سو معتقد بودن که این تاریخ ایران است. تقدیر باورانه، سرنوشت گرایانه که در فرهنگ ایران و نوع نگاه فرزانگان و حتی عوام ایران به تاریخ بوده، در شاهنامه هم هست و این از بیان رستم مشخص میشه که او بارها پیش بینی میکنه که ما شکست خواهیم خورد. اینکه توده های مردم و اساسا عموم مردم و طبقات فرودست از یک ستم هایی، از یک رنج هایی، از یک نابرابری هایی که طبیعتا توسط اون فرادست ها به اونها تحمیل شده به سطوح بیان و یک انقلابی بکنن یا در یک جنگی طرف دشمن رو بگیرن و به دنبال این باشن که اون نظم رو از هم بزنن و نظم دیگری ایجاد بکنن، تحلیل کاملا مارکسیستی است. اتفاقا آزادی ادیان با آزادی اندیشه های مختلف و شیوه های سبک زندگی در ایران ساسانی بسیار بیشتر از دوره های خیلی دوره های دیگر بوده که همزمان با حمله عرب ها از غرب، ترک ها هم از فرصت استفاده کردند و از شرق، شمال شرق به مرزهای ایران تاختند. جریان هایی که منجر به قتل و محاکمه خسرو پرویز میشن و شیرویه رو بر سر کار میارن، از منظر ایرانی ها و از منظر این نوع تاریخ نگاری مقصر دانسته میشن در افول ساسانیان. شاهنشاه در ایران قدرت مطلقه مقدسه اینی نبوده که همه فقط در برابر او تعظیم بکنن، حتی زمانی که میمیره یا در جنگ کشته میشه همه سیاست های او تن بدن. ایران و تاریخ ایران که پشتوانه اون ایران کنونی و آینده هست در محور کار بوده و باید باشد.